یکی از بحث‌های خیلی خوشگله که تو جاوا اسکریپت مدرن اضافه شده بحث حلقه فور ایچ هست. حلقه فور ایچ خیلی حلقه تر و تمیزتری نسبت به حلقه های سابقی که دیدیم، بیشتر شبیه همون حلقه فور هست توی پایتون. فور پایتون با فور جاوا اسکریپت خیلی فرق داره. اگه بخوایم فور ایچ رو با هم بررسی کنیم، ببینم من جلسه 33 هستم که بله درسته، حالا من اینا رو کامنت کنم. توی فور ایچ ما خیلی کارمون تر و تمیزتره، اصلا نه نیازی به کانتر داریم نه یه همچین چیزایی، خودش اصلا کانتر رو به همون هم میتونه بده. من میام اینجا حالا از اوتو کامپلیت سابلایم تکست میخوام استفاده کنم، مینویسم فور ایچ با ای بزرگ. فور ایچ یکی از متدهای آرایه هاست، برای همین من یه دونه آرایه رو اینجا بهش میدم، همین آرایه استودنتس رو، و میگم به ازای هر کدوم از ایندکس هاش بیاد یه کاری رو برام انجام بده. حالا من اینجا رو پاک میکنم، سابلایم تکست رو از روش قدیمی استفاده میکنه. میگم بیاد چیکار کنه؟ بیاد هر ایندکس موجود رو، حالا هر ایندکسی که اینجا هست، تحت عنوان یه چیزی تحت عنوان اس بگیره یا همون استودنت بگیره. خب بیاد بگه که هر ایندکس یه دونه استودنت. بعد بیاد چیکار کنه؟ از همین اروها استفاده میکنم و مثلا بیاد برام چاپ کنه console.log، دوباره همون عبارت hello، بعد اون استودنت رو اینجا چاپ کنه به این صورت. خب یه بار سفر رو رفرش میکنم و دوباره دارم میبینم که همون کد برام داره به همون کیفیت اجرا میشه. بذارید حالا من این رو از اینجا پاک کنم که کمی بزرگتر بشه فضای دیدن کد هامون. خب فور ایچ میاد چیکار میکنه؟ میاد همون حلقه رو برامون برقرار میکنه، یعنی اون لوپ داره روی ایندکس ها در این قسمت که هستن اجرا میشه. هر ایندکس رو هر بار معادل استودنت میگیره و اینجا اون عبارت خاص رو بهش میگه. حالا مثلا میگه بهش سلام. خب اگه ما میخواستیم به شماره دانشجوهامون دست پیدا کنیم، یعنی مثلا بگم هلو مهران یه خط تیره مثلا یک، یا اینجا بگم یک داش مثلا هلو مهران، یا حالا هر کار دیگه، میتونستم اینجا بیام یه پارامتر دیگه تحت عنوان ایندکس رو هم بگیرم. فقط یادمون نره چون اینا دوتا شدن، هر موقع دیدید دوتا شدن باید توی پارانتز قرار بدید. و حالا به این مقدار ایندکس هم دسترسی دارم، یعنی مثلا من اینجا میتونم بیام به این شکل بکتیک ها رو بذارم، خب، و بگم اینجا $index اون شماره که هر دانشجو داره، یه فاصله بدم یه خط تیره دوباره یه فاصله و اینجا بگم $ همون student. خب اگر رو رفرش کنم میگه 0-مهران، ایندکس شماره اون شماره هست که حالا توی اون آرایه وجود داره. اینم از این. میتونستیم حالا اگه بخواستیم شماره ها بهتر نشون داده بشن بگم هر دفعه بیا ایندکس رو بلاوی یک بکن، بگه 1-مهران 2-3-4-5-6. و حالا این همونیه که مثلا توی سیستم های آموزشی و اداری میبینیم که میان شماره ها رو به این صورت قرار میدن. اگه میخواستید چند خط کد انجام بدید، حالا یه کارایی داشتید که چند خط کد بودن، میتونستید اینجا رو کات کنید، به جاش از این علامت ها بذارید و بیاید توی خط بعدی حالا هر کارهایی که داشتید بیاید اینجا اون کارها رو هم انجام بدید. یعنی فور ایچ اون قابلیت رو داره که توی چند خط کد هم اون کارهایی که میخواید انجام بدید، مثل فور لوپ هایی که حالا اینجا بود، بیاد انجام بدید. فور ایچ خیلی جالب تره، ولی خب فقط روی اونایی اعمال میشه که قابل ایتریت کردن باشن، یعنی قابل پیمایش کردن باشن. امیدوارم که از اینجا از خوشتون اومده باشه، حتما تمرین بکنید، برای خودتون یه سری مثال ها رو بسازید، مثال های فرضی اونا رو انجام بدید تا مباحث رو خیلی خوب یاد بگیرید و آماده باشید که پروژه های خفنی رو با هم انجام بدید.